رئیس جمهوری فرانسه میگوید شرایط برای دیدار دونالد ترامپ و حسن روحانی آماده شده و اظهار امیدواری کرد که در چند هفته آینده این دو با هم دیدار کنند. ساعاتی پس از اینکه رئیس جمهوری ایران گفت به خاطر آنچه منافع مردم می‌داند حاضر است با هر کسی دیدار کند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که دیروز به طور غیرمنتظره به فرانسه رفته بود، پس از دیدار با رئیس جمهوری فرانسه گفت راه دشواری در پیش است اما ارزشش را دارد. اینها همه در حالی است که رهبر ایران در اردیبهشت ماه دوباره گفت مذاکره سم است و مذاکره با دولت فعلی آمریکا سم مضاعف. آیا آیت الله خامنه ای آماده است دوباره تن به مذاکره بدهد؟ آیا این مذاکره برای منافع مردم است یا برای بقای خودش؟ بیشتر در این باره گفتگو می‌کنیم. ابتدا گزارشی از ژیار گل. کنفرانس خبری رؤسای آمریکا و فرانسه در آخرین روز نشست کشورهای گروه هفت در بیارت فرانسه. امروز صبح رئیس جمهور روحانی گفت آماده است با هر رهبر سیاسی در جهت منافع ملی کشورش دیدار کند. این چیزی بود که با آقای ظریف و تلفنی هم با آقای روحانی گفتم. اگر او موافق دیدار با آقای ترامپ باشد معتقدم که میتوان به توافق دست یافت. هیچ پیش شرط و مخالفتی نباید باشد و تنها باید دور یک میز جمع شویم. امیدوارم بر اساس گفتگوهایم با آنها در عرض چند هفته آن را عملی کنیم. به دعوت رئیس جمهوری فرانسه دیروز وزیر خارجه ایران سفری غیرمنتظره به محل نشست سران گروه هفت داشت. جواد ظریف عکسهایی از دیدارش با رهبران فرانسه را در توییتر منتشر کرده. او در یک رشته توییت نوشته علی‌رغم تلاش‌های آمریکا برای نابودی دیپلماسی امروز با امانوئل مکرون رئیس جمهور و وزیر خارجه فرانسه دیدار کردم. او گفته ایران دیپلماسی فعال را برای گفتگوهای سازنده ادامه می‌دهد. امانوئل مکرون برخلاف آمریکا تلاش می‌کند توافق برجام را زنده نگه دارد. یک سال و نیم پیش هم از ظریف خواست که ایران در برنامه موشک‌های بالستیک تجدید نظر کند. ظریف قبول نکرد چون رهبر ایران قبول نمی‌کند. فرانسه از طرفی لحنی انتقادی به ایران دارد و همزمان ظریف را به نشست دعوت می‌کند. این سفر نتیجه‌ای نداشت. هدف امانوئل مکرون از دعوت از ظریف منزوی کردن آمریکا نبود، اما برای ظریف بود. ما هم مذاکره میکنیم پس از سفر دیروز وزیر خارجه ایران به نشست سران گروه هفت، رئیس جمهور ایران هم گفته حاضر است با هر کسی در جهت منافع ملی دیدار کند. برای منافع ملی کشورمون از هر ابزاری باید استفاده کنیم و اگر من بدانم به یک جلسه بروم با کسی ملاقات کنم که کشور من آباد میشه و مشکلات مردم حل میشه من دریغ نخواهم کرد. حسن روحانی در حالی میگوید او حاضر است با هر کسی مذاکره کند که رهبر ایران پیشتر هر گونه مذاکره با آمریکا را رد کرده است. اون کسانی که گرایش به این دارن که بریم با آمریکا یا سازش کنیم بی خودی نقشه بی اساس و بی پایه میکشند. آمریکا رو به افوله. در نشست سران گروه هفت رئیس جمهوری آمریکا گفته به دنبال تغییر رژیم در ایران نیست، اما همزمان به رهبران ایران هشدار داد. ایرانی ها باید نقش مثبت داشته باشند. میدونید این یعنی چی؟ نمیتونن تهدیدهاشون رو عملی کنند، وگرنه با قدرتی قهرآمیز روبرو میشن. گزینه دیگه ای نیست. اروپایی ها به رهبری فرانسه در نشست امسال گروه هفت تلاش کردند از تنش بین ایران و آمریکا بکاهند. با توجه به سفر دیروز جواد ظریف و صحبت های امروز حسن روحانی به نظر می آید ایران هم به مذاکره تمایل دارد. دونالد ترامپ بارها گفته بازگرداندن تحریم های سنگین برای کشاندن رهبران ایران به میز مذاکره است. ژیار گل، بی بی سی. محمد صادق جوادی حصار روزنامه‌نگار از مشهد با ماست. آقای جوادی حصار معتقدند گفتگو میان ایران و آمریکا یک نیاز بین‌المللی است و همه طرف‌ها به آن نیاز دارند. رامین پرهام نویسنده از پلاسرویل ایالت کالیفرنیا با ماست. آقای پرهام معتقدند که گفتگو برای جمهوری اسلامی به منزله جدال برای بقاست و برای ادامه حیات سیاسی خود به آن نیاز دارد. خوش آمدید به برنامه آقای پرهام. با شما شروع می‌کنیم.
شنیدید که آقای جوادی حصار و بسیاری از ناظران سیاسی معتقدند که فضا و شرایط بین المللی نیازمند گفتگوی ایران و آمریکاست. اما دو طرف شرایطی گذاشته بودند برای این مذاکره. آمریکا شرایط 12 گانه گذاشته بود، گفته بود راجع به مسائل بالستیک، موشک‌های بالستیک که ایران باید مذاکره بکنه. از این ور هم ایران گفته بود مذاکره اتفاق نمی‌افته مگر اینکه آمریکا به برجام برگرده و تحریم‌ها رو لغو بکنه. آیا این شرایط به نظر شما فراهم شده؟ خیر، ببینید، اولا باید یه تمایز اینجا قائل بشیم میان آنچه که کشور تاریخی و کهن ایران است و در نقش اون در قلب فلات ایران و در قلب جغرافیای تاریخ کمترین تردیدی وجود نداره. یعنی ایران کشوری است، این از لحاظ تاریخی و آکادمیک ما میدونیم، کشوری است که از بنیانگذاران اون چیزی بوده که ما بهش میگیم دولت، استیت. یعنی در ایران همچنان که کیسینجر به درستی بر اون تایید کرده، یک سنت دراز به درازای تاریخ در دولت مداری وجود داره و هر بار در طول تاریخ این دژ ایران، این دولت ایران در قلب اون فلات آسیب دیده و دچار لرزش شده، کل منطقه از شرق تا غرب دچار پاتولوژی های سیاسی و انواع پاتولوژی ها شده. در نتیجه در این تردیدی نیست که یک دولتی در اونجا هست، کشوری در اونجا هست که رابطه سالم اون با ایالات متحده و با کل دنیا از یک اهمیت حیاتی برای ثبات کل اون منطقه و غرب آسیا برخورداره. ولی از طرف دیگه شما جمهوری اسلامی ایران رو دارید، اون چیزی که من بهش میگم فرقه تبهکار، یعنی هم فرقه است هم تبهکار. اون فرقه داره برای بقای خودش به معنای داروینی کلمه واقعا مبارزه میکنه، برای اینکه میدونه اگر اون قدرتی رو که در سال 57 بالاخره به دست آورد، اون قدرت از دست بده، به اون شکلی که در این 150 ساله اخیر یا در شکل سیاسی ترش در این 70 ساله اخیر ما شناخته این در کشوران، در اون شکل خودش به کلی ریشه‌کن خواهد شد. بله، معتقدین که برای بقاش حاضر تن به مذاکره بده. آقای جوادی حصار، دو طرف شرایطی گذاشتن برای مذاکره. شما فکر میکنید که هیچ یک از دو طرف عقب نشینی کردن از اون شرایط اولیه که گذاشتن و فضا فراهمه برای مذاکره مستقیم ایران و آمریکا؟ تلاش در این جهت صورت میگیره و طرف‌های نیازمند به این مسئله همه دارن تلاش گفتگو می‌کنن. ایران هم به این مسئله نیاز داره و به نظر من این نیاز از سر ترس نیست، از سر تدبیره و اگر ترس هم باشه، ترس یک امر طبیعی و غریزی است. همه موجودات عالم برای بقای خودشون یک مکانیزم دفاعیشون ترسه، اما این ترس مذموم نیست. ترس از خطر و دفع خطر یک امر عقلانی است. من فکر می‌کنم که دیپلماسی ایران در این مدت دیپلماسی فعالی بود، به رغم تهدیدات و تلاش‌هایی که شد برای ناگزیر کردن ایران و رفتن به پای میز مذاکره به شرایطی که آمریکایی‌ها طلب می‌کردند، اتفاق نیفتاد و در شرایطی که آمریکا از بسیار پیمان‌های جهانی دوری کرد، اصلا دیپلماسی بین‌المللی خودش رو یک دیپلماسی منفی ساخت، ایران این 5+1 و دیگر کشورهای طرف قرارداد خودش رو در برجام متقاعد کرد که اونها باید شرایط ایران رو درک بکنن، ملاحظات ایران رو بشنون و در منطقه ایران به عنوان یک کشور قدرتمند، همونطور که آقای فرهام اشاره کردن، یک کشور قدرتمند تاریخی به رسمیت شناخته بشه. البته تعاملات بین‌المللی، تنش زدایی و دفع خطر از خود کشور و از همسایگان کشور و امنیت منطقه چیزیست که نیاز منطقه است و ایران من خیلی باید روش تأکید میکرده و تأکید کرده.
فکر میکنم که این نیاز جهانی است که به گفتگو برسیم. بله آقای پرهامشاد، مراحل خیلی ابتدایی شکل گرفتن یک تعاملی باشه، ولی امروز در صحبت‌های مانوئل مکرون و دونالد ترامپ شنیدیم که هر دو بار دیگه اشاره کردن به برنامه موشک‌های بالستیک ایران، چیزی که ایران به کرات گفته که به هیچ وجه قابل مذاکره نیست، جزو توان دفاعی این کشوره و هرگز ازش عقب نشینی نمی‌کنه. فکر می‌کنید که آیا حاضر تن بده به مذاکره درباره برنامه موشکیش؟ نه، فکر نمی‌کنم. ببینید، اون کسی که از دیدگاه تاریخی سنتی و در این 40 ساله گذشته و از دیدگاه قانون اساسی و ساختارها و نهادهای جمهوری اسلامی صاحب قدرته و حرف اول و آخر میزنه، رهبر جمهوری اسلامی است. این کسی که در رأس این سیستم ولایت مطلقه فقیه نشسته و گفته مذاکره بی مذاکره. ببینید، مسئله بر سر این است که در 40 سال گذشته شما از موشک‌های بالستیک صحبت کردید، پیشتر در مقدمه برنامه از شطور فساد صحبت کردید که در مجلس نشسته. این شطور فساد در کجا ننشسته؟ قوه قضاییش که رئیسش کیسه گونی پول تو خونش پیدا میکنند، مجلسش یعنی قوه مقننه‌اش که به بنگاه دلالان خودرو تبدیل شده، قوه مجریه‌اش که به اسم قوه تدبیر و امیده، دولت تدبیر و امیده که رسما میاد میگه 1 میلیارد یورو گم شده، یعنی یه بودجه 1 میلیارد یوروی تو دست حکومت تدبیر گم شده. ببینید، مسئله بر سر این است که اون نکته که آقای جوادی اسحار لطف کردن درش تاکید کردن، اون نکته درستی است. ما بر سر اون نکته با هم توافق نظر داریم. ایران یک کشور مهم تاریخی است. ایران باید برگرده به مسیر تاریخی طبیعی خودش به عنوان یک با مهمترین کشور اون منطقه و وارد تعامل بشه. منتها به نمایندگی کی این عمل باید، با کدوم نمایندگان هستند که باید به نمایندگی از ایران، کدوم حکومت به نمایندگی از ایران باید این کار رو انجام بده؟ شما با حکومتی طرف هستید که سوزوندن پرچم آمریکا، اسرائیل و بریتانیا در یکی از ارکان نهادینش یعنی نماز جمعه 40 ساله تبدیل به یه سنت شده، تبدیل به یک رکن و نهاد این حکومت شده. شما سفارت آمریکا رو که خانه اون کشوره در یک عمل که اصلا بی‌نظیر در تاریخ دیپلماسی اشغال کردید. شما اول سفارت آمریکا رو شون پس بدید، از سوزوندن پرچم آمریکا دست بردارید، به ستاد ائمه جمعه بگید دیگه حق ندارید یک چنین کاری رو بکنید، بعد تا بتونیم بشینیم صحبت گفتگو بکنیم. آقای جوادی اسحار، مذاکره با آمریکا مستلزم یک تغییر موضع اساسی در سیاست خارجی آمریکاست، ایران در قبال آمریکاست. شما فکر می‌کنید که ایران آمادگی این تغییر موضع رو داره؟ به نظر من اگه نداشتن گفتگو نمی کردن. من در عجبم از یک مسئله پارادوکسیکال که دوستان ما در بیرون از ایران دائما ایران رو دعوت به گفتگو می کنن و میگن که ایران باید بیاد پای میز مذاکره با آمریکا بنشینه، و از اون طرف وقتی که این شرایط داره فراهم میشه از آمریکایی‌ها داغتر داعیه حقوق آمریکایی‌ها رو دارن. من فکر میکنم آمریکایی‌ها میدونن که در ایران حمله شده به سفارتشون، فکر میکنم میدونن که پرچمشون آتش گرفته، فکر میکنم میدونن که اتفاقاتی در ایران هم افتاده و در ایران هم ناگواری‌هایی از طرف آمریکایی‌ها اتفاق افتاده. ما باید به افق روبرومون نگاه کنیم. مگه بخوام برگردیم به پشت سرمون نگاه بکنیم و همش بگیم که در ایران این اتفاق افتاده، آن اتفاق افتاده؟ خب ایران هم فراوان میتونه از این، یعنی بهانه جویان داخل ایران هم فراوان میتوانن از این بهانه ها بسیج کنن، از جمله کودتاییست 8 مرداد، از جمله حمایت از شاه و انقلاب در آستانه انقلاب، کودتای نوجه و ده ها سناریوی مختلفی که تا زدن هواپیمای ایرباس در آسمان ایران و در خلیج فارس. ببینید، ما اگر که دلسوز ملت ایران و وطنخواه هستیم، باید در این شرایطی که یک دولت سومی مثل فرانسه داره تنش زدایی میکنه و بستری فراهم میکنه برای گفتگو، ما به کمک تنش زدایی بریم، نه که زیر دیگ اختلافات رو آتش بریزیم و هیزم بریزیم. به نظر من هم ایران دریافته است به دلایل متعدد که
باید با دنیا از سر صلح و سازش و مدارا و گفتگو پیش بره و از جمله با آمریکایی ها و هم آمریکایی ها نیاز دارن در منطقه خلیج فارس با ایران قدرتمند تعامل منطقی و سازنده داشته باشن. بنده عرض میکنم با دریافتی که داخل ایران دارم و با منتقدین خودمون بحث میکنیم، گفتگو میکنیم، صدای اونا رو میشنویم، من میدانم که اگر قرار باشه از این جنس سخنان در پیرامون مذاکرات مطرح بشه، جلو جلو مذاکرات رو به بنبست رساندیم. باید بگذاریم که طرفین گفتگو، آقای ظریف امروز نماینده شایسته است برای ملت ایران و به درستی داره انجام وظیفه میکنه، ایرادم بهش هست، یعنی هیچ انسان بی ایرادی وجود نداره. هیچ کدام از نمایندگان گذشته ما هم در پای میز مذاکره در ادوار پیشین هیچ کدامشون عاری از عیب نبودن. به نظر من ما باید تنش زدایی کنیم، هممون باید تلاش بکنیم برای تنش زدایی. جناب فرهامین، تنش زدایی پیروزش که خواهد بود، مردم ایران یا حاکمیت ایران؟ تنش زدایی در این که پیروز تنش زدایی کشور ایران و مردم ایران خواهم بود داره تردیدی نیست. منتها آقای جوادی حصار یکم از یک جایگاهی صحبت میکنن که حقیقتاً جایگاهشون نیست. آقای جوادی حصار، شما در جایگاهی نیستید که از عنوان یکی از عناصر این انقلاب و این نظام از منافع مردم صحبت بکنید. شما متعلق به یک نظامی بوده اید و هنوز هم تا حدود زیادی گویا هستید، از حرفهای خودتون برمیاد، از سخنان خودتون، که کشور ایران رو، کشوری رو که تحویل گرفتید و پیشروترین کشور در منطقه خودش و در میان کشورهای در حال توسعه بود، صدرنشین شاخص فلاکت در دنیا کردید. شما به هیچ وجه در جایگاهی نیستید که از منافع مردم و از منافع ملی ایران صحبت بکنید. شما نماینده یک ادبیات سیاسی هستید که اصلا درش ملت وجود نداره. شما نماینده یک ادبیات سیاسی هستید که تضاد خصمانه و بنیادین با قرن جزو ارکانشه. شما نماینده یک نظامی هستید. آقای پرهام، داریم راجع به ایران و آمریکا صحبت میکنیم. آقای پرهام، اگر حمله شخصی نکنین، ما داریم راجع به مسائل بسیار فراتر از شخص آقای جوادی حصار صحبت میکنیم. آینده آقای جوادی حصار از یک جایگاه صحبت کردن که مخواستم بهشون یادآوری بکنم که ما میدونیم شما که هستید، از کجا آمدید و نماینده چه نظامی هستید. متشکرم. ولی اگه زودتر برگردیم به موضوع بحث که مذاکره ایران و آمریکاست، من بهتون پاسخ دادم، گفتم که تنش زدایی، برنده تنش زدایی مردم ایران خواهند بود، در این تردیدی نیست. ولی در ابتدای قضیه، برای اینکه این اولین بار نیست که در این 30 سال گذشته که صحبت از گفتگو میشه، ما گفتگوهای کریتیک داشتن با اروپا، گفتگو با ترویکا داشتن، گفتگو پیش از برجام داشتن، در عین برجام داشتن، پس از اون داشتن، چیز نیست. مسئله بر سر گفتگو نیست. مسئله بر سر این است که آقای جوادی حصار، من نمیدونم از چه زاویه‌ای، بر اساس کدوم استدلال میگویند که آقای ظریف مثلا نماینده ملت ایران هستند و گویا منظورشون من بودم، که منی که در اینجا نشستم، من مدافع منافع آمریکا هستم. آخه بر کدوم اساس، کدوم استدلال، کدوم متشکرم. آقای جوادی حصار، 1 دقیقه فرصت داریم، اگر که ممکنه جمع‌بندی کنید لطفا. من تشکر میکنم از آقای فرهام، بالاخره آزرده خاطر هستن، آزرده دل هستن، سختی کشیدن، ازشون تشکر میکنم. بنده هم نماینده ملت ایران نیستم، شما هم نماینده ملت ایران نیستید. من به سهم خودم به عنوان شهروند ایرانی صحبت میکنم و از جفاهایی که به امثال شما رفته، بنده اگر نقشی داشتم معذرت میخوام، ولی من هم یک زندانی سیاسی بودم و ترجیح میدم تو ایران همچنان اگر لازم باشه دوباره برم زندان. و اون کسانی که در داخل ایران با من کار میکنن و منو میشناسن میدونن که من نه مزدور کسی ام، نه جیرخوار کسی ام، و نه در برابر اجنبی سرمو خم میکنم و نه در برابر زورگویان داخلی. در برابر تهاجمات لفظی امثال حضرت عالی هم صبوری میکنم و امیدوارم قاضی نهایی وجدان آگاه مردم ایران باشه. و به شما هم خواهش میکنم که دیگران رو متهم نکنید. جناب فرهام، ازتون تشکر کنم که خون سرد هستید. متشکر از هر دوی شما. رامین پرهام، نویسنده از کالیفرنیای آمریکا، و محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار از مشهد، با ما.
عباس میلانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر ایران از پالو آلتوی آمریکا با ماست. آقای میلانی، سوالی که برای بسیاری مطرحه اینه که آیت الله خامنه ای به کرات انتقاد کرد از مذاکرات برجام، از شکست برجام، و تاکید کرد که مذاکره ای با دولت کنونی دونالد ترامپ انجام نخواهد شد. اما مواضع حسن روحانی، سفر غیرمنتظره جواد ظریف و گفته های امروز امانوئل مکرون نشان از تغییراتی میده. به نظر من همینطوره، به نظر من نشان از تغییر میده. البته در مورد آقای خامنه‌ای باید گفت که گرچه دائم این شعارها رو تکرار کردن، این معنی‌ها رو تکرار کردن، و من نمیدونم بر چه اساسی با چه قاطعیتی کل سیاست خارجی ایران رو بر اساس ضدیت با آمریکا بنا کردن، ولی بارها و بارها در دورانی که ایشون رهبر بودن، در دورانی که رئیس جمهور بودن، می‌بینیم که مذاکره کردن و آمریکا مذاکره کردن، ولی همواره سعی کردن که خودشون رو در عین اینکه به این مذاکرات چراغ سبز نشون میدن، از اونها دور نگه دارن، برای اینکه امثال شریعت مداری، امثال حزب الله ذوب ولایت رو بتونن و ضدیت خودشون با آمریکا کمکان متقاعد بکنن. ضرر این نوع سیاست و این نوع به گمان من ریای سیاسی به ملت ایران خورده و میخوره، برای اینکه در هر مقطعی ایشون اونقدر وایسادن تا تفکیر به تعدی کرده، ملت ایران در یک وضعیت عظیم دردآوری قرار گرفته و از موضع ضعف وارد مذاکره. فکر میکنید حرفای امروز حسن روحانی مبنی بر این که برای منافع ملی و به خاطر مردم و آبادانی کشور حاضر با هر کسی مذاکره بکنه با هماهنگی آیت الله خامنه ای است، یا یک تاکتیک از جانب آقای روحانی که توپو بندازه در زمین آیت الله خامنه ای که مجبور بشه موضع دقیقش رو راجع به مذاکره اعلام بکنه؟ اون آقای خامنه ای که موضع دقیقش بارها همونطوری که خود شما اشاره کردید اعلام کرده. من در آقای روحانی و سلوک 4-5 سال اخیرشون و سلوک قبلشون در مقام‌های دیگه چنین جرأتی نمی‌بینم. ایشون خیلی محتاط عمل کردن، همیشه خیلی خودشون رو مطیع دستورات رهبر دونستن. من فکر می‌کنم این با هماهنگی آقای احتمال قدی با هماهنگی آقای خامنه‌ای صورت گرفته، ولی آقای خامنه‌ای هم حتماً دلشون می‌خواد که اون مذاکرات انجام بشه، ولی خودشون هم بتونن فاصله شون نگه دارن و اگر نتیجه نداد بگن دوباره که من که گفته بودم مذاکره نکنید. عین این کار در مورد برجام شد. در مورد برجام آقای روحانی و آقای ظریف بارها به کرات گفتن که ما هر تصمیمی گرفتیم با تایید مستقیم آقای خامنه‌ای بود. آقای خامنه‌ای برگشت به ملت ایران گفت که من موافق این نبودم. شما اگه موافقی نبودید، شما که در همه مسائل من به کت دخالت میکنید، یک حکومتی میدید، عزل و نصب میکنید، میگفتید جلوش رو میگرفتید. نمیشه این سیاست رو ادامه داد و ضرر به ملت ایران نزد. زیان کار تمام این ماجراها اون کارگرهایی هستن که الان در زندان هستن، کارگرهایی هستن که 7 ماه 8 ماه حقوقشون رو نگرفتن، 40% بیکاری هست، تورم هست. اینها به دوش مردم ایرانه. اشتباهاتی که شما کردید، عدم آمادگی برای مذاکره به موقع، وقتی که دولت اوباما میخواست با ایران مذاکره بکنه بعد از برجام، این شخص آقای خامنه‌ای بود که گفت ما با آمریکا مذاکره نمی‌کنیم. اگر در اون زمان امکان مذاکره میدادن، چه بسا که بیرون رفتن ترامپ، بیرون رفتن به گمان من یک سر نادرست ترامپ از برجام نامیسر میشد. ولی اون وقت جلوی مذاکره رو گرفتن، اون وقت شعارهای تو خالی دادن، برجام اونچنان که باید نتونست به بار بشینه، اروپایی ها از ترس آمریکایی ها نیومدن در ماجرا. حالا کار ایران به جای رسیده که آقای ظریف گفته اخبار محلی خاورمیانه رفته اونجا اجازه بگیره برای صدور 750,000 بشکه نفت. خب حالا برای اعتبار مالی 15 میلیارد دلاری بله، شما اشاره کردین به اینکه برجام اون وعده هایی رو که میداد خیلیاش تامین نشد عملا برای ایران. با علم به این اتفاق و با علم به اینکه فشارها از جانب اصولگرایان بسیار زیاد بوده بر حسن روحانی، فکر میکنید که واقعا
بر چه اساسی حاضرن دوباره برن مذاکره بکنن با توجه به اینکه برجام حتی قبل از خروج آمریکا هم آنچنان مورد رضایت حاکمان ایران نبود؟ مورد رضایت بله همین اصولگرایان نبود، همین اصولگرایان بودن که گفتن این ترکمنچای دوم هست و تا حدی دوباره به گمان من انتقاد اصولگرایان از این جنبه درست بود که ایران وقتی وارد برجام شد که ناچار بود امتیازهای عظیمی بده. در برجام ایران امتیازهای عظیمی داد، 98% اورانیوم غنی شده شو به خارج فرستاد، عراق رو عملا بس، فردو رو عملا بس. اگر قبلا مذاکره میکردن، اگر وقتی که قرار پیشنهاد روسیه بهشون داده شد میپذیرفتن، به گمان من ایران وضع خیلی بهتری میتونست داشته باشه. کاملا درست میفرمایید، اصولگرایان همین از همین 24 ساعت اخیر حمله شروع کردن که اصلا ظریف بیخود کرد رفت، اون یک دام، یک فریب، مذاکره فایده نداره. اونها برنامه‌شون رو ادامه خواهند داد و رژیم هم به این سیاست کشدار مریضش و با دو لح صحبت کردنش به گمان من ادامه خواهد داد. متشکرم از شما عباس میلانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر ایران.